همچنین از ایران معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرده که بیشترین اجسادی که در سطح کشور کشف میشه مربوط به تهرانه و در سال 1402 942 فقره از اجساد کشف شده مجهول الهویه بودن، اجسادی که به دلایلی مثل تصادف و سوختگی قابل شناسایی نیستن یا افراد فاقد اسناد هویتی و کسایی که پیشتر به عنوان مفقود به پلیس گزارش شدن. حالا یک مقام پلیس آگاهی در گفتگو با روزنامه اعتماد آمارهای جدیدی از افراد و اجساد مجهول الهویه اعلام کرده. روزنامه اعتماد به نقل از سازمان پزشکی قانون نوشته سالانه 60 الی 70 هزار جسد به پزشکی قانونی ارجاع داده میشه که از این بین حدود 5%شون یعنی حدود 3000 تا 3500 جسد مجهول الهویه. اجساد مجهول الهویه الزاما بر اساس تصادف یا سانه های دیگه کشته نمیشن و در مواردی به مرگ طبیعی میمیرن، مثل برخی از معتادانی که در خیابون جونشون از دست میدن یا افراد بی خانمانی که کسی نیست پیگیر وضعیتشون باشه. اینا این رایگان ها نه هفتشت من همینجا از نماز بکنم اینا دفت بکنم رایگان یعنی چی؟ مجهول الهویه مجهول الهویه کسی ندارم اینجا میزن نماز هاشون این ناشن این مجهوله مرد ناشن اینا کسایی که زیر پلا معمولا پیداشون میکنن اقوامی ندارن. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفته بیشترین اجساد مجهول الهویه کشور در تهران شناسایی میشن. به گفته این مقام پلیس پارسال بیش از 900 جسد مجهول الهویه در تهران شناسایی شده. در دو سال گذشته هم گفته سالانه حدود 1000 جسد مجهول الهویه وجود داشته. بالاترین آمار اجساد مجهول الهویه به دوران کرونا مربوط میشه که آمار این اجساد در هر سال به بیش از 1300 جسد رسیده بوده. از بین اجساد مجهول الهویه‌ای که پارسال در تهران شناسایی شدند، حدود 83 جسد تابعیت افغانستانی، یک جسد تابعیت بنگلادشی و یک جسد تابعیت پاکستانی داشتند و همونطور که می‌بینید بقیه ایرانی بودند. اصل صدور شناسنامه اصلا مطرح نیست. آنچه که مطرح شده شناسه است. شناسه همون در واقع ترجمه فارسی کده. دادن شناسنامه به مهاجرین اصلا مطرح نیست. اعتماد به نقل از معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نوشته از بین اجساد مجهول الهویه شناسایی شده در تهران 64% مرد و 36% زن بودند و حدود 40% این اجساد زیر 45 سال سن داشتند. به گفته این مقام پلیس آگاهی در فاصله سالهای 94 تا 99 نیمی از اجساد مجهول الهویه که در تهران کشف شدند متعلق به شهرستان‌های مختلف بودن، یعنی پرونده اجساد در شهرستان‌ها ثبت شده بود ولی هویتشون در تهران شناسایی می‌شد. عدم شناسایی اجساد به دلایل مختلفی اتفاق می‌افت. به گفته مقام پلیس بین 30 الی 35% جسدهای مجهول الهویه در سامانه ثبت احوال فاقد هر گونه نشان و اثری بودند. در 15% موارد مفقودی این افراد از سوی خانوادهشون اعلام نمیشه و در 10% هم هر گونه بستگانی نداشتن ولی بدون خانواده بودن. در 40% موارد خانواده ها به دلایلی مثل فقر یا اختلافات خانوادگی از تحویل جسد خودداری کردن. برای گفتگو بیشتر در این رابطه همراه میشم با مهرداد زمانی، پلیس قضایی و جرمشناس که از کوپنهاگ با ما همراه شدن. خوش اومدین آقای زمانی. این آمار، این اطلاعاتی که پیش روی ماست چه تصویری به ما میده؟ درود بر شما. عرض به حضورتون که این آمار خب مسلماً آمار وحشتناکی هست برای کشور ما، چون که در سطح کشور شما حساب کنید روزی 10 جسدی که غیر قابل شناسایی هست پیدا میشه. در تهران تقریبا هر دو روز یه بار یک جسد. و اینکه خود اینکه اجساد غیر قابل شناسایی پیدا بشه مختص به ایران نیست، خب این در هر جای در هر کشوری هم هست، ولی نه در این ابعاد. یکی از تفاوتاش اینه. تفاوت دیگرش اینه که در جاهای دیگه معمولا این با جرم و جنایات بستگی داره، ولی در ایران بخشی همون داستان هرم مازلو هست که بخشیش برمیگرده به فقر جامعه، فقر اقتصادی جامعه که باعث میشه کم اینایی که میفرمایید شما حساب کنید یک خانواده اطلاع پیدا میکنند که عزیزی رو از دست دادن به دلیل اینکه مخارجش رو نمیتونن تعیین کنن، میرن از سر باز میزنن از تحویل جسد. و یا این که کسانی هستن اطلاع دارن کسی رو دارن معتاد غیره هست ولی پیگیر نمیشن چون میدونن این براشون دردسر ساز خواهد بود.
این بخشش. بخش دیگرش فقر و نارسایی و ناکارآمدی اداری در ایران هست. یعنی ما با اینکه آمار داریم، دیجیتال کردیم، دولت من داریم، خیلی سیستم های اینترنتی داریم، هنوز موفق نشدیم که تمام شهروندان رو ثبت کنیم به طوری که بشه اینها رو تشخیص داد و پیدا کرد. در کشورهای دیگه هم وقتی که خیلی اجدادی که میسوزه یا غیر قابل مخدوش میشه، غیر قابل شناسایی میشه، معمولا از طریق پرونده دندان پزشکی میتونن پی ببرن، چون دندان یکی از اعضایش که خب نه میسوزه نه از بین میره، بهتر میمونه. منتها این هم متاسفانه باز به دلیل این فقری که هست، کمتر کسی پرونده دندان پزشک خاصی رو داره، پرونده اونجا داره، این هم که خب منتفی میشه. آقای زمانی، یک مسئله دیگری که برای من قابل توجه بود این بود که خب اگر این اجساد شناسایی نشدن، احتمال اینکه در اثر یک جرمی مثل قتل کشته شده باشن یا یک اتفاق ناگوار دیگری مثل تصادف براشون اتفاق افتاده باشه هم وجود داره، بدون اینکه پیگیری متوجهشون بشه. دقیقاً. متاسفانه باز همین داستان فقر بخشش برمیگرده به اون قسمت جنایی مسئله. چون ببینید جای دیگه خب جنایت‌ها بستگی داره پیوند پیدا میکنه به یه عده جنایتکار، یه عده که کارشون جنایت است. ولی در ایران به دلیل یک عده جنایت میکنن به دلیل فقر، اینها جنایتکار نیستن، یعنی پروفایلشون پروفایلی نیست که بگید این آدم جنایتکاری است، ولی به دلایل فقری که فقر فراگیری که وجود داره وادار میفتن در مسیری که منجر میشه بعضن به اینجور قتلها. و برای اینکه وارد سیستم زندان و سیستم قضایی ایران نشن که خود اون هم یک پروسه شترگاه پلنگی هست، با اینا سعی میکنن که اجساد رو از بین ببرن، مخدوش کنن، بسوزونن جاهایی. بعد این آماری هم که ما داریم اجسادی هستن که پیدا شدن و ما نمیتونیم اینها رو تشخیص بدیم. یک آمار سیاهی هم هست برمیگرده به اجسادی که هیچ وقت پیدا نمیشه و خب این موزل بزرگی هست. و قسمت دیگه هم که باید خیلی بهش توجه بکنید این هست که تشخیص و هویت جسد همه جا نه فقط در ایران کار بسیار بسیار پیچیده و سختی هست، چون بس جسد بعد از چند روز اتفاقاتی میفته در موردش به دلیل انقباض عضلات، به دلیل متلاشی شدن اسرج، و تقریبا غیر ممکن میکنه حتی از طریق دیگه همه. و مثل این هست که شما به یک پیچی رو بدی به یک شخص و بدی برو ماشین رو اتومبیل رو پیدا کن که به این پیچ بخوره. شما خب کار سختی هست و به همین دلیل این موزل فقط نمیشه این رنداخ کردن آگاهی و ناکارآمدیش و تمام اینها دست به دست هم داده. ولی اینی که مختص میکنه این موزل رو به کشور ما، این فقر فراگیر هست که این آمار رو به این طریق وحشتناک بالا برده. سپاسگزارم از شما مهرداد زمانی، پلیس قضایی و جرم‌شناس از کوپ.